أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم. بینندگان گرانقدر تلویزیون جهانی آریانا، دوستداران برنامه ضیافت رمضان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله را سپاسگزار هستم که باز هم به ما حیات بخشید تا در خدمت شما عزیزان قرار بگیرم، شما خوبانی که بیننده برنامه ضیافت رمضان هستید. دوستداران نهایت گرانقدر، قسمی که میدانیم همه زمان و ماها از آن الله است، ولی ماه رمضان از درجه و فضیلت خاص برخوردار است که به نام شهر الله یا ماه خدا یاد می شود. پس کوشش بکنیم که در این ماه خود را آراسته بران بسازیم که از ضیافت الهی به دور نمانیم. دوستداران خوب ما، در برنامه مهمانان را نیز با خود خواد داشتیم که در نخست وقت را به قاری صاحب فخرالدین نورزاد میدیم که برنامه کنونی من را با تلاوتی از کلام وحی الهی آغازگر شوند، و نیز تشکری خاص میکنیم از شرکت مخابراتی افغان بیسیم که برنامه ما را اسپانسر کردگی هستند. یک شرکت افغانی از برای افغان ها برای افغان ها. قاری صاحب، خوش آمدید به برنامه، وقت را به شما میدیم و میشنویم از کلام وحی الهی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعلنا عواقب كل أمورنا بالخير، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم اجعل توفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا. اللهم وصلنا إلى جميع مقاصد ديننا ودنيانا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا كريم يا رحمن يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. تشكر قاري سيف زن باشين بخير باشين دوزنان نهایت گرانقدر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند که بهترین شما کسی است که قرآن را یاد می گیرد و همچنان قرآن را به دیگران یاد می دهد. ماه نزول قرآن هست، چه زیباست که زیادتر وقت خود را صرف خواندن قرآن و آموزش قرآن و ترجمه و تفسیر قرآن بدهیم. دوستداران عزیز، ما در برنامه بخش آشپزی نیز با خود داریم. کسایی که بیننده برنامه ما در سراسر افغانستان و جهان هستند و بیننده برنامه ضیافت رمضان هست، بخش آشپزی داریم با خود که برادر ما استاد مظفر در برنامه با ما هستند. مظفر جان سلام علیکم و رحمت الله، روز مبارک باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما، روز مبارک بر شما. سلام بنده عزیز، روزه مبارک باشه. خدا کنه روز اول ماه مبارک رمضان به خوبی و خوشی سفری کرده باشین. امروز خواستیم چند نوع غذا آماده کنیم با افطاری. سوپ است، کرایی مرغ است، برنج است و سالات است، دوغ است، خرما است و پکوره و سمبوسه چیزام داریم. تشکر مظفر جان، زنده باشین. عزیزان خوب برنامه، قسمی که مظفر جان توضیح دادن که در افطار امروز طعام را و افطاری آماده میکنن تا به اخیر بیننده برنامه ما باشین، ببینیم که امروز طعام را که آماده میکنن چه قسم است، چطور است. عزیزانی که در خانه ها هم نشسته آمده میکنن طعام را برای افطار و ما هم در اینجا آشپز را با خود داریم، تنها نشود که خواهران ما یا مادران ما بگن که زنها آمدگی میگیرن برای افطاری. از برادران اندیز ما با خود داریم که برای افطاری آمدگی میگیرن و طعام را آمده میکنن و در خانه ها برادران ما هم میدونن که با فامیلای خود در پخت کردن طعام و در آمادگی کردن افطاری سهیم شوند و خود را سهیم بسازند، چون میدانیم که در رمضان هر عملش پاداش برای ما میده. و عزیزان بیننده، مهمان را نیز در برنامه ما با خود داریم، اما قبل از آن وقفه ای داریم. Thank you.
خوش آمدید به ادامه برنامه ضیافت رمضان که شما بیننده برنامه ما در سراسر افغانستان و جهان هستید. مهمان نهایت گرانقدر را با خود داریم، جناب محترم استاد سید محمد باقر کاظمی را. استاد عزیز خوش آمدید به برنامه، روز را براتون تبریک میگیم. چگونه بخیر آغاز کردیم روز اول ماه مبارک رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدیم که ما هم در آغاز و قبل از هر سخنی خدمت شما و خدمت تمام مردم شریف افغانستان فرارسیدن ماه مبارک رمضان را تبریک و شادباش عرض بکنم، به خاطر که این ماه آغازش رحمت است، میانهش مغفرت است و آخرش رهایی از آتش جهنم. اینا ماهی است که انسان نمیتونه از کنارش به سادگی بگذره و طبیعتاً اگر انسان با دید باز، با جبین گشاده و به عبارتی با خلق نیکو این روزها را اگر آغاز بکنه، یقینا ماه پر از خیر و برکت خواهد. زنده باشین استاد، تشکر، بخیر باشین. از رحمت بودن ماه مبارک رمضان قسمی که در حدیث منجی بشریت راست آغازگر سخنتان شدین. چی زیبا هست که ما چگونه میتونیم خود را شامل حال رحمت الله جل جلاله در دهه اول ماه مبارک رمضان داشته باشیم؟ جناب آقای مصلح، شما بهتر میفهمین که اما قسم که در آغاز سخن عرض شد خدمتتان، اگر بیایم ماه مبارک رمضان را سه بخش بکنیم و دهه اول که دهه رحمت است، در حقیقت بپذیریم رحمت واسعه الهی را، نه با فقط لقلقه زبان، با باور و یقین. این را به این خاطر میگم که میخوایم از یک داستان بسیار کوتاه در رابطه با باور داشتن ما میخوایم آغاز بکنم. بفرمایید. جناب آقای مصلح، شما حتما خواندین که میگه یک وقتی در یک منطقه چندین سال باران نمیباریده، و بزرگانش تصمیم میگیرن که خب دعا بکنن که باران بباره، و تصمیم میگیرن که یک جای برن در یک بلندی و دست به طرف خداوند بلند بکنن و باران رحمت را بخواین که از طرف خداوند نازل شد بر اونها. همه حرکت میکنن، در بین از اینا و در آخر صف یا پشت سر همی جماعتی که در حال حرکت هستن، کودکی همراه خودش چتری و میگیره. بله، چتری را میگیره و حرکت میکنه پشت از اینا. خیلی ها شاید با او حالت او کودک خنیده باشن که خب چرا چتری را گرفتن، ما را سعی کنین کلان کلان آدم ها. این نشان دهنده او باور عمیق او کودک است که اگر دعایی بکنیم این دعا حتما مستجاب خواهد شد. چون خود خداوند میگه که ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. گاهی وقتا ما میخواییم خدا را بخوانیم، خدا را صدا میکنیم، اما باور نداریم که خداوند صدای ما را میشنوه. ای از عدم شناخت ما از الله متعال است. هرگاه انسان ایمان راسخ داشته باشه آقای مصلح، و بدانه و ایمان به ای داشته باشه که خداوند از لحظه لحظه انسان بیخبر نیست و از رگ گردن به او نزدیکتر است، پس انسان باور قوی اگر داشت، مطمئنن به هر چه خواسته باشه میرسه. حالا اگر ما هم میخواییم که شامل رحمت واسعه الهی در دهه رحمت الهی شویم، میخواییم از این یه شروع بکنم. در اغلب کشورهای دنیا، به خصوص کشورهای اسلامی آقای مصلح، بازار و تجار در کنار همدیگه دست به دست همدیگه میتن که بیاین روی قیمتها کاهش بتن و قیمت ها را به اصطلاح از روزهای گذشته کرده کمتر بکنن، جنس مرغوبتر را به متقاضی خودش و به خریدار بده، فایده را کمتر بگیرن، فایده کمتر مردم هم. اما متاسفانه گاهی ما شاهد از این هستیم و به دنبال از این هم میگردیم که شامل رحمت الهی هم شویم، اما غافل از این هستیم که وقتی خود خداوند یکی از صفاتش مکار بودنش است و مکر او و مکر الله و الله خیر الماکرین، یعنی خداوند میگه بزرگترین مکر کننده ها من هستم. بله. گیرم به طریقی خلق را فریفتی، با دست انتقام طبیعت چه میکنی؟ گاهی وقتا ما فکر میکنیم که خداوند از ما غافل است، ولی خداوند شاهد و ناظر همیشگی ما هست. ما میاییم به عناوین مختلف حق یتیم و بیوه و
صغیر را میخوریم، حق همسایه را میخوریم، حق خریدار و متقاضی را میخوریم، اضافه طلبی میکنیم، اضافه ستانی میکنیم، احتکار میکنیم. در ماه رحمت الهی، در ماه مبارک رمضان که باید قیمت ها را کاهش بدیم، ما هنوز میاییم یک مقدار بهره برداری سو میکنیم از این فرصت پیش آمده و بازم دست ما به طرف آسمان بلند است، میگیم خدای تو بر ما رحم کن. وقتی که بنده دستش به بغلش میره، جیب و تواناییش خوب است، نانی برای خوردن داره، اگر شرایط امسایه خود را و کسی که محتاج است درک نکرد، پس خداوند او را به حال خودش میگذاره. مطمئن باشیم که شاید اضافه ستانی کرده و یک مقدار پول بیشتر را کسب کرده، یک مقدار درآمد بیشتری را کسب کرده، اما ای که ای پول در کجا مصرف خواهد شد و چگونه تقاص ای پول ها را پس خواهد داد، خدا بهتر عالم است و بهتر تصمیم خواهد گرفت. پس ما اگر میگیم که میخوایم شامل رحمت الهی شویم، در رحمت در دهه اول که دهه رحمت است، بیایم بر همدیگر رحم کنیم. تا زمانی که بر همدیگر رحم نکنیم، مطمئنا رحمت خداوند هم شامل حال ما خواهد شد. تشکر استاد، بسیار زیبا روی قضیه بسیار مهم اشارت داشتیم که زیادتری ما شما مسلمانان علی خصوص در افغانستان هستیم، در رجامندی خود چنان هستیم که در هر حالتی هم که میرسد باز میگیم الله مهربان ذات است. بیشک. ولی قسمی که شما تشریح کردین و توضیح دادین که تعریف از یک مسلمان کامل میکنیم، بیاین که همه امورات دین را در وجود خود پیاده بسازیم تا واقعا شامل حال رحمت الله جل جلاله قرار بگیریم. استاد، صحبت ها را داریم ولی حال هم یک وقفه کوتاه داریم. بعد از وقفه باز هم عزیزان بیننده در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم. خوش آمدید با ادامه برنامه ضیافت رمضان. جناب محترم استاد سید محمد باقر کاظمی رو با خود داریم. استاد عزیز، موضوعات خوب را قبل از وقفه اشاره کردیم. توصیه های دین در رابطه با کمک و همدلی و همزیستی و دستگیری چگونه هسته، چون در ماه رحمت الله قرار داریم؟ در تمام متون دینی وقتی که انسان یک نگاه گذرا و اجمالی هم میخواهد بندازه، همیشه بر دستگیری، بر دست نوازش کشیدن بر سر یک بی‌بضاعت و کمبغل تأکید شده. در دین مقدس اسلام ما داریم که صحابه کرام حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از حق خودشان میگذشتند، از نانی که بر دسترخوان خود قرار بود که بگذارند و آن هم در ماه مبارک رمضان میگذشتن و به یک محتاج دیگر میدادن. وقتی که انسان از حق خودش بگذره، از شکم خودش بگذره و بر شکم خودش سنگ ببنده، اما به امت خودش سخت نگیره، ما پیروان چنین یک پیامبر بزرگواری هستیم. خب وقتی که در تمام متون دینی ما چنین یک موارد را میبینیم و اشاره میکنیم و میخوانیم و درس میگیریم، اما متاسفانه گاهی وقتا در عمل کرده به اینها آنچنانی که میباید به عبارتی شود نمیشه، کاری را که باید انجام بدیم انجام نمیتیم. صادقانشی است، یا تظاهر میکنیم یا خود را فریب میتیم یا دیگران را فریب میتیم. شاید ببینین آقای مسلم، روزه یک عمل فردی هست و یک فریضه هست که خود انسان میدانه و خدای او اللهش میدانه. بله. اگر ما پشت صحنه رفتم و آبی نوشیدم و اگر نانی خوردم و اگر لبی تر کردم، هیچ کسی نخواهد دید. بله. اما خدا شاهد هست و خدا ناظر هست. پس وقتی که خدا تمام لحظات ما را ثبت و ضبط میکنه و
وقتی که خداوند تمام لحظات ما را میبینه، بله، پس رفتار و کردار ما هم باید اصلاح شده باشه. شاید دیگران متوجه نشوند که او روز مروزه داشتیم یا نداشتیم، بله، اما خدا خود هست، بله، پس در رفتار ما هم باید چنان نشان بدیم. من امروز اجازه بدین بسیار به صراحت، بسیار خالصانه میخوایم این را بگویم که پیش از اینکه بیایم به تلویزیون، در مسیر راه شاید کسی از ما آزرده شده باشه به خاطر که به شدت پرخاش کردم، مسیر را قید کرده بودم و من ناچار به پرخاش شدم به خاطر از اینکه سر موقع به تلویزیون برسم. از همین طریق و از طریق برنامه ضیافت رمضان و برنامه شما، ما میخوایم از همو برادرم و کسانی که در اطراف حتی بودن و شاهد چنین یک صحنه بودن و شاید چون برخورد تندی که از ما دیدند و به عبارتی صدای خود را بلند کردیم، ما میخوایم عذرخواهی بکنم. شاید اگر این را نمیگفتم میتونستم به سادگی از کنارش بگذرم، ولی صادقانه میخوایم بگویم که من به شدت پشیمان هستم، به شدت نادم هستم. ای کاش همه تر باشیم، ای کاش چنین نمیکردم و ای کاش چنین باشیم در تمام لحظات زندگی ما. اما بیاییم به معنای واقعی آن چیزی که در باطن ما هست در ظاهر ما هم او را نشان بدیم. گاهی وقتا ما برخلاف آنچه که میگیم، برخلاف آنچه که شعار میدیم، اما در عمل کرده ما چیز دیگه ای به اثبات میرسه. شاید امروز من خود را بسیار خوش اخلاق نشان بدم، اما در خانواده خود بسیار سخت بگیرم، در با اطرافیان خود بسیار سخت بگیرم. آقای مصلح، استاد عزیز، در میان برنامه ما و شما صحبت میکردیم، من از خود شما میخوایم نقل قول بکنم و به عبارتی را میخوایم که نقل بگیرم. در ماه مبارک رمضان در خیلی از کشورها حتی غیر اسلامی برای کسایی که روزه میگیرن و مسلمان هستن ساعت کاریشان کم میشه و حتی برایشان پاداش ماه مبارک رمضان داده میشه. پس چگونه است که در کشورهای اسلامی نباید رعایت شود؟ خوب است که تاجرای ما، خوب است که کارفرمایان ما ایره در نظر. تشکر استاد، بخیر باشیم. دوستان برنامه، حال یک بسته تصویری یک از فامیلا را داریم، با شما یک جا بستر میبینیم که در چه حالت قرار دارد. نام ملا محمد هستم، موچیگری میکنم، چهار پنج شاگر طفل هستم، اگر روزگار خوب نیست کرای خونه سر مامای مانا قرضدار اگار هستیم، امیال نوم و کرای خونه سرم شده، صاحب خانه بیدر دو روز با سه روز با در جنجال میکنه، غلم غال شر شور، قرضدار پریشان بسیار هستم صاحب، مریضم فیلن هم مریضدار هستم، من چیزی هستم و پوره نیست. دختره کم خواست به پیسگی و به دواگی فایت کرد. چی شده؟ فرج بود. فرج بود، عملیاتی بود، پنجگاه پای شبسیده بود. بسیار دیگه روزگاره خراب دید. بچه یک دیگه مسپندیست ها. میره روز 20 رپا یا 30 رپا یا 25 رپا کار میکنه. او هم پیسه میتندش و پیسه ناچیز نمیشلن، دوی اروپاگی. پدرم و شش ماه بعد پدرم دخترکم و بسیار قرضدار پریشان هستم. هفتاد، هفتاد دو هزار، سه لک هفتاد هزار اروپا من قرضدار شدیم. دیگه بعد روزگار این رقم دست قرضدارم در خانم. در خانم کدام غذای خوبش نمیخوریم. یا در روز دکال گشنه هستم، دکال نبودن و یک کال خوب گشنه هستن صد فیصد. کار ما فهمیدی وجود نداره، کار نیست، غریبی نیست، دیگه بسیار پریشان هستیم. اونو موجه که میشینیم، من خودم شخصا در دو کال نان نمیخورم. صبح چاش تو هم در همسایه میگوه بدر بخونم، نه زند گورت میدوه نه اولاد. من میگم بعد رمیز شکم مسیر باش از آل اولادم که گوش نباشه، من چه کنم که شکم مسیر باش؟
علاده دیگه غذا میخواد. حالا آقا نان بره نمی دختره که مریض است. این مرد نمیشه که به امیده پیش دکتر ببریم که ما بدرد. ببینه کمر زیر چی شده، پاها زیر چی شده. ما خودم از جگرخونی هم مریض است. سو میرم باش که میرم دکار. از اسو بیاد یک چیز میزی بار علاد بیاییم میاییم بیاد یک پیسی یک چهار تا نان کشیدیم کشیدیم نکشیدیم. امو تا خوش خالی جگرخون سن خانه میاییم. آره. آه دیگه مجموع چی تو کنیم. دوستای به خانه رو باز فاماندیم که یه ذره مراد که کارخشه و کم کم میتده تا که رو خانه رو میتده. چیز نگی خواهیم نگی که خودشان رو ما خبر داریم و بیام سوا گفتشه که مدر گفت چیز نمیفن بخورن یا شب گشنه هستن یا روز گشنه هستن این رقم روزگار خراب. خوش آمدید به ادامه برنامه ضیافت رمضان. بسته تصویری که یکی از فامیلا بود همه تماشا کردیم دیدیم در چه حالت اینها قرار داشتن. اینها هم میخواهند که یک زندگی آرام و مرفه و خوب و بهتر داشته باشند. کاکایی که نامشون علی محمد هست در برنامه ما داریم با خود علی محمد را. کاکا خوش آمدید به برنامه. نامتون علی محمد هست. میشه تشریح بکنین زندگیتان را کوتاه چه قسمه در چه حالت قرار دارین چی کار میکنی کاکای قند؟ موچیگری میکنم صاحب. موچی هستی؟ موچیگری. چند فرزند دارین قسمی که در تصویرم دیدیم؟ فرزند خو سه تا گک بسایب. خب خانه کرایی هست؟ خانه کرایی است. در موچیگری زندگی تیر میشه؟ والا سابق کار بود چاره پرده میشه صاحب. من یک بچه یک کاریدارم داشتم صاحب. 17 ساله بچه از بخانگی در کرای خانه بلند زورم نکشید. درست. کوچه چهار کار بردم. بله. هم کوچه از موتر بان شد که گفتم آقا تا بریم میریم. گفتم بچه گم میشی در آقا جای نرو نابلد هستی. از می خانه که بر آمد اصلا ما یک فرچی رو خانه رو وار کرده بودیم. که بعد صدا چی خواهد. بچه کم در جوی هفته صاحب. یک شب دو روز بود مرده شب پیدا کردیم از در مرد. الله جنت نصیب بکنه. الله جل جلاله صبر نصیب بکنه. دخترکم 14 ساله بود. یعنی 6 ماه پیش فوت کرده بود. دیگه 14 سال مریض بود. 14 سال دخترکم از راه مادر که فرق مورد کمر شمالاتی پنجه کاش پاش هفته. 6 ماه پیش از مرده دخترکم آقایم فوت کرد. دیگه بسیار خزدار پریشان شدیم. الله رحم بکنه. واقعا بسیار سخت است. پسر جوانتان عزیز دارین، دخترتان عزیز دارین و حالا در حالت قرار دارین که تنها زنده بمانین. بس من اصلا نوم و کرای خانه سرم مونده 4000 کرای آمدم. دیگه خزدار که در مرضیشان گرفته تا مرضیشان قرض کردیم سب سیل اگه 72000 تومان خزدار دیم نیال بر دست مردم در خانم است. الله جل جلاله بالایت رحم بکنه. الله جل جلاله از خزانه غیب خود بالایت رحم بکنه. بفروشم کنم مولانا ولگ مولادم هم باقم بفروشم اگر من پوره کرم. الله جل جلاله صبر بته کاکای خان. عزیزانی نهایت گرامقدر دوستداران برنامه. واقعا قسمی که میبینیم کاکا در حالت بی نهایت تنگ دستی قرار دارد و حتی برای اینکه داستان خود را قصه کردن که پسر جوانشان را از دست میدن. دین اسلام ما را بر کمک کردن تشویق میکند. نص صریح از قرآن کریم را ما داریم که و تعاونوا علی البر و التقوى. شما عزیزان هم اگر میخواهین که به مانند همین کاکا به هم نوعانتان کمک بکنین از طریق لینک بنیاد بیاد میتونین که پیسه‌تان را واریز بکنین، کمکتان را واریز بکنین و از طریق ما از طریق برنامه ضیافت رمضان این مهمان‌ها را
و ای مهمان هایی که واقعا به نزد الله اینها از جایگاه خاص برخوردار هستند، اینها فقرای دنیا هستند، درست است، ولی به نزد الله از جایگاه خاص برخوردار هستند. اینها را دعوت میکنیم، کمکشون میکنیم و شما اگر همیار ما باشین انشاءالله زیادترین از فامیلا را ما در برنامه های خود با خود خواهد داشتیم. جناب استاد عزیز، صحبت کاکا را شنیدین در چه حالت قرار دارن و صحبت ما شما هم در اخیر در تعاون و همدلی و همزیستی و کمک و یاری بود، میشنویم از شما. ما اول خود میگم خیلی متاثر هستم و متاسف هستم، اما حرف دومی که دارم ای است که الله محمد نباید ناامید شود. بله. امید خدا نباید از دست بده و در حال حاضر اگر و بیرون از همین فضای استودیو اگر سیل بکنیم، خانواده های خیلی زیادی به مراتب بدتر از وضعیت الله محمد هستند که ما میشناسیم. در اطراف ما کسانی هستند زندگی میکنند، حتی شاید در خانواده های ما کسانی را داریم که به معنای واقعی به یک کیلو برنج یا یک کیلو آرد حتی شاید ضرورت داشته باشند. با تمام از اینا، ما بر اساس گفته شما جناب آقای مصلح برگ سبزی تحفه درویش و در حد توان خودم که خب من نمیخوایم شکایت بکنم که روزگار چگونه هست، خوب است یا بد، خدا خودش عالم هست، اما به حد توان خودم یک تحفه ناچیز و یک کمک بسیار بسیار ناچیز آماده کرده. من میخوایم که اول تقدیم شما بکنم که شما برایشان خواهش میکنم. من میخوایم که شما برشان بکنم. استاد خیلی شما برشان بکنم. خواهش میکنم ای را بزرگواری بکنم. سلامت باشین، سلامت باشین، سلامت باشین. ناچیز هست اما کم ما و کرم خودشان انشاءالله خداوند برکت الله قبول بکنه. استاد عزیز، مثل که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که ایمان کامل کسی داشته نمی باشد که همسایهش در مشکل و در تنگدستی و در مصیبت باشد، ولی او آرام و راحت زندگی خود را به پیش ببرد. واقعا بسیار جای خرسندی هست که از استاد پوهنتون واقعا در شرایطی که ما امروز قرار داریم بسیار سخت زندگی را به پیش بردن، ولی واقعا آنچنانی که ما می بینیم در وجود شما سخاوتمندی وجود داشت، هر آنچه که داشتین به کاکا کمک کردین و از عزیزان خود ما هم میخواییم کسایی که بیننده برنامه ضیافت رمضان هستن ما را یاری برسانند تا ما بتانیم زیاد فامیلای زیاد را در برنامه با خود داشته باشیم. کسانی که میخواین کمک بکنن از طریق لینک بنیاد بیات میتونن که قسمی که شما تماشا میکنین در تایتل تلویزیون، شما هم همان طریق میتونین که داخل لینک شوین، پولتان را بریزین و کمک بکنین پولتان را، و ما وسیله میشیم تا از این طریق برنامه ضیافت رمضان زیادتری و یا دوستان زیادی را در برنامه ما با خود داشته باشیم تا کمک شوین و حداقل ما این را بنیاد بگذاریم برای دیگرانی که میخواهند کمک بکنن. استاد عزیز، دنیا سراسر دار امتحان هست، همه هر آنچه که میبینیم میگذرد. چه زیباست از شما بشنویم برای اینکه تا دوستان ما در همدستگیری تشویق شوند و کار را انجام بدن که هم سبب رفاه و آسایش هم دنیایشان شود و هم سبب رفاه آسایششان. چی گفتنی به عزیزان و به دوستان ما دارین؟ آقای مصلح، شما پیشتر در بین صحبتهایتان در رابطه با حق همسایه صحبت کردید. بله. در جای ما خواندیم که صحابه کرام و یاران حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمده در تاریخ. بله. که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چنان در رابطه با همسایه و حق همسایه میگفتک زیاد سخن میزدند و تأکید میکردند که ما فکر میکردیم که گویا همسایه از ما میراث خواهد برد. بله. پس چقدر خوب است که همسایه های خوبی باشیم برای همدیگه. بله. از حال همدیگه خبر باشیم. بله. متاسفانه زندگی های امروزی و زندگی های آپارتمان نشینی
خانواده ها را دوستان را از یک مقدار از همدیگه یک مقدار دور ساخته، در حالی که دین چه بسا قصای قرار نداره من المؤمنون اخوه، بله همه مسلمانان برادر هستن، برادر یک دیگر هستن، ولی از حال همدیگه خبر ندارن. همسایه خود شاید کسایی باشن که نمیشناسن حتی کی هست، بله، ولی چقدر خوب است که بر اساس تأکیدات دین مقدس اسلام که در موارد مختلف تأکید شده دست همدیگر را بگیریم، بگیریم به همدیگر کمک بکنیم. این کمک ضرور نیست که حتما مبلغ یا مقدار یک جنس خیلی زیاد باشه. شما هر چقدر که در توانتان هست، کم هست، زیاد هست، به اندازه توان شما، چون خداوند عالم هست، بله خداوند میدانه و از شما توقع بالاتر از او را نداره، ولی وقتی که شما سخاوت میکنی و سخاوتمندی به خرج میتی، یقینا پاسخش را خواهی گرفت. بله به خاطر از اینکه آقای مسلم، ما میخوایم با یک مثال بگویم، بله این دست وقتی که باز بود هم برای آمدن و هم برای رفتن، برای هر دو باز است، بله ولی گاهی وقتها ما فراموش میکنیم و دستهای خود را میبندیم، دارایی های خود را قید میکنیم. بدا به حال کسانی که اندوخت و نخورد. گاهی وقتها ما فکر میکنیم که دنیا برای همیشه از آن ما خواهد بود، در حالی که دین مقدس اسلام میگه چنان زندگی کن که گویا فردا خواهی مرد. بله پس ما بیاییم چنان زندگی بکنیم و چنان استغفار بکنیم و چنان به دنبال رحمت واسعه الهی باشیم، بله که فکر کنیم ثانیه بعدی وجود نداره، بله فردا خواهی هیچ. پس خوب است دست هم دیگه را بگیریم، به داد هم دیگه برسیم، هر چقدر که توانمند هستیم. زنده باشین استاد، ممنون. دوستان برنامه، حال هم وقفه کوتاه داریم، بعد از وقفه باز هم در خدمت شما قرار میگیریم. دیگر را واقعا خوش آمدید به ادامه برنامه ضیافت رمضان. جناب استاد محترم کاظمی صبر با خود داریم. استاد عزیز، لحظات پایانی برنامه امروز ما خواهد بود و استاد آشپز هم طعام را آماده کرده و خیر خواهد رفتیم به میز طعام خوری. کوتاه میشنویم استاد از شما، کوتاه میشنویم که چگونه ما میتونیم که دست یک دیگر را بگیریم. جناب مسلس، دست گرفتن تنها به پول دادن نیست. خلاصه نمیشه. گاهی وقتا اگر قرار است دست کسی را بگیری، اول قلب نفر را بگیر. بله. تا قلب نفر را لمس نکردی، مطمئن باش که درد و به اصطلاح زبری دست او را هم و تهی بودن دست او را هم درک نخواهی کرد. بله. پس بیایم اول وارد قلب ها شویم، قلب ها را به دست بگیریم. زمانی که قلب را به دست گرفتیم، مطمئنن در مسیر راه ما میتونیم دستگیر خوبی باشیم. بله. و وقتی که دین مقدس اسلام قدر تأکید کرده به اهدنا الصراط المستقیم، به راه راست، اگر تانستیم با زبان ما کسی را هدایت بکنیم، با رفتار ما، با کردار ما کسی را در مسیر راست و مستقیم و راهی که خداوند بله. متعال گفته، اگر ما تانستیم هدایتشون بکنیم، بهترین دستگیری هست. بسیار زیبا. چون سلامت. وقت افطار رسیده و وقت دعا هست، دعای افطار را داریم از جانب بیننده. الله اکبر، الله اکبر، الله
اشهد ان لا اله الا الله اشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول قارسیم بفرمایید. قارسیم بفرمایید. طيب الله. زنده باشی. تقبل الله ان شاء الله. قارسیم بفرمایید خرما هم بگیرین. شما رو تشکر. خدا قبول کنه. خب شما خو خرما رو برشان دادین، من هم مجبور هستم قاری صاحب بزرگوار هم تلاوت بسیار زیبا و هم اذان بسیار زیبا. زنده باشین استاد. بسیار زیبا قارسیم تشکر. زنده باشین. بفرمایید. تشکر میکنیم از آشپز خود هم استاد. بفرمایید برنج امروز چی پخته کرده بودن؟ بسیار عالی. ما تمام امروزشان چه قسم است استاد شما بریزین براتون؟ من مطمئن هستم که بسیار خوشمزه خواهد بود، بخاطر که رنگش نشان دهنده تمام کیفیت و مزهش هست. زنده باشین استاد. حتما حتما حتما. من تشکر میکنم از شما. زنده باشین. سلامت باشین. از این بعد اگر ممکن بود هر افطار مرا باز بخواید. چنانی حتما صادقا. حتما حتما. تشکر. تشکر میکنیم از آشپز خود هم، واقعا بسیار غذای لذیذ و خوب مشخص است. تشکر میکنیم از شرکت مخابراتی افغان بیسیم که شرکت اسپانسر برنامه ما هستند و برنامه ما را اسپانسر کردند.
زنده باشن کسایی که در رأسش هستن، خصوص جناب انجینر صاحب احسان الله بیات. حال هم یک وقفه کوتاه داریم، بعد از وقفه باز هم ادامه برنامه را فراموش نکنید. خوش آمدید به ادامه برنامه ضیافت رمضان. تشکر میکنیم از آشپز امروز خود. استاد عزیز چطور است؟ ما اول میخوایم که از آقا سید مظفر ما سپاسگزار باشم. خواهش میکنم استاد. ما پیشتر خو عرض کردم، گفتم از این بود می هر روز تا پایان ماه مبارک رمضان، حتی اگر شده هفته یک دفعه ما رو مهمان بکنین فقط به طعام. ما در خدمت شما هستیم. بخاطر که به نهایت با مزه بسیار عالی و ما شما داریم، خیلی در خیلی کتاب ها نوشته شده که غذا از رنگ و رویش خورده میشه. تنها از کیفیتشی که چی رقم چرب باشه و چی رقم کیفیتش باشه نه، ولی آقا صاحب سید مظفر آقا به نهایت هم خوش رنگ، هم خوش پخت، هم با مزه. از این بود من مجبور که شماره تلفن شو بگیرم دیگه. فکر میکنم آخری حد شمی میشه. آشپزم خواهش میکنیم بیاین اینجا. آها دیگه بیا، چی چیز پخته کردی؟ یک تشریفت برای ما، چی پخته کردی؟ شما آمدین استاد عزیز. سلامت باشی. سلامت باشی. قربان شما. زنده باشی. بفرمایین تشریف کنین. کرایم فرق است، قابلی پلاو است، نوش جان دارین، سمبوسه است و پکوره است، سالات است، دوغ است. زنده باشی. و سوپ است. و سوپ است. بله. ای یاد امو داستان مندازه که یک نفر خانه یک نفر مهمان میره، نفر صاحب خانه پرسان میکنه که چی برات پخته کنم، شوروا یا پلاو؟ نفر فکر میکنه مگه بیادر دو دیگ نداری؟ دو دیگ نداری. حالا نام خدا خودت متنوع پخته کردی. تشکر استاد. و بسیار عالی، خیر ببینی. تشکر از شما. زنده باشید. هفت دیگ داشت. زنده باشین. همون طور بود. بله، هفت دیگ داشتن. زنده باشین استاد. بخیر باشین. تشکر از قاری سبم میکنیم، تشکر از استاد میکنیم و همچنان تشکری خاص از شرکت مخابراتی افغان بسیم میکنیم که سپانسر برنامه یا حامی برنامه ضیافت رمضان بودن. عزیزان نهایت گرانقدر، ما هم از حضور شما عزیزان مرخص میشیم تا اینکه باز هم فردا در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم. یک و یک شما را به الله یک تا میسپاریم. وقت خوش.